بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. در دومین موضوع که شخصیت هایی از مسلمانان که در تاریخ در نقش بسزایی داشتند، امروز 87 مجلس و با قهرمانی به نام ابو یوسف یعقوب منصور موحدی که قهرمان نبرد جاودانه عرکه در اندلس رسیدیم به این موضوع. وقتی کتاب رهبران صلیبی آلفونسو به امیر یعقوب میرسه، نوشتهش یعنی نامش رو چون اهانت آمیز بوده پاره میکنه و بر پشت یکی از تکه ها مینویسه که آیه قرآن رو ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. به سویشون بازگرد، ما به سربازانی به سویشون خواهیم آمد که توانایی یارای توان مقابله با اونها رو نداشته باشند و با ذلت و خاری اونها رو اخراج خواهیم کرد. بعد اضافه میکنه که جوابتون خواهد بود که خواهید دید، نه اونچه که شنیدید. مؤلف کتاب میگه که من نمیخواستم تاریخ اندلس رو بدون ذکر این رهبر بزرگ اسلامی به پایان برسونم. میگه من شما در این در تاریخ اندلس، اسپانیا و پرتغال امروز، از زمان موسی بن نصیر، طارق بن زیاد تا سقوط اندلس و شورش محمد بن امیه و همچنین از یوسف بن تاشفین و عبدالرحمن ناصر و متوکل بن افتوس، همه اینها رو خدا رحمتشون کنه داستانشون رو خوندیم. میگه من قصدن راجب تاریخ اندلس یه خورده مفصلتر سخن گفتم، برای که چه شکست هایی که در تاریخ اندلس هست و چه پیروزی هایی میتونه برای مسلمانان عبرت باشه، درس باشه که از تاریخشون عبرت بگیرن که چطور مسلمان ها با تعداد اندکی، با سلاح ضعیفی که داشتن، وقتی به دینشون چنگ زدن بر دشمنانشون پیروز شدن و چطور وقتی که به دنیا رو آوردن ناچار شدن که به صلیبیان جزیه بدن. چطور ما دیدیم که افراد اندکی وقتی که به اسلام بازگشتند میتونستن شکست مسلمانان را جبران کنند و به پیروزی مبدلشون کنند. چطور یه شخصی تنهایی مثل شیخ عبدالله بن یاسین که سرگذشت رو خوندیم تونست یک مجموعه کوچکی از شترچرانان رو در مرز سنگال جمع کنه، وسیله اونها بزرگترین امپراتوری افریقا را تشکیل بده. و در این حال دیدیم شخصی مثل محمد فقیه که پادشاهی بود لیکن دنیا خوشگذران، دنیا دوست، چطوری به خاطر دنیا پرستیش کل اندلس را از دست داد و عادت کردیم بدونیم که چطور مردان بزرگ مغرب بین گاه گاهی تونستن اندلس رو نجات بدن. و همچنین خیانت های دولت های شیعه عبیدی فاطمی رو دیدیم که چطوری با صلیبیان همکاری میکردن. دولت های شیعه همیشه اینطوری بودن، تنها امروز نیست. و ولذا داستان اندلس خلاصه داستان اسلامی، چه در پیروزی ها چه در شکست ها. اگر جوانان این امت این تاریخ ها رو بخونن، اون موقع یاد خواهند گرفت که چطوری به پا خیزند، چطوری دوباره زنده بشن، چطوری دوباره به عزت گذشتهشون بازگردن. عهد ملوک و طوائف اندلس شبیه حالت ما الانه. وقتی انسان تاریخ رو میخونه اسباب نصرت و پیروزی را ازش یاد میگیره که ما امروز به شدت بهش نیازمندیم. قهرمانی که امروز دربارش حرف میزنیم ابو یوسف یعقوب منصور موحدی است. موحدان کسانی هستند که
در سرزمین مغرب اسلامی و اندلس حکومت کردند. بعد از اینکه دولت مرابطون شکست خورد یا تمام شد، و میگه الان مغرب زیر فشار فرهنگی بزرگی است و از طرف مزدوران صلیبی ها و دیگران برای بدنام کردن مغرب و بخصوص بدنام کردن زنان مغرب. میگه من شکی ندارم که این در پشت سر این حمله ها اهدافی وجود داره، ولی زنان مغرب همونهایی هستند که امثال یوسف انتاشپیر و امثال ابو یوسف یعقوب منصور موحدی، ابو یوسف یعقوب منصور مارنی که دیشب در بارش صحبت کردیم، محمد ابن عبدالکریم خطابی و اینها رو به دنیا تحویل دادند. و شاید انسان تعجب کنه که وقتی بدونه که دولت موحدینی که این قهرمانی که امشب ازش حرف میزنیم ازش خارج شد، در اصل این دولت یه دولت خبیث بود به دست مردی به نام محمد ابن تومرد ایجاد شده بود. ابن تومرد یه شخصی بود که عقیدش خیلی منحرف بود، در مدارس گمراه شیعیان عراق درس خونده بود، مجموعی از فلسفه های زردوشتیان و یونانیان و قاطی کرده بود، هر چرا که خواسته بود از این را جمع کرده بود، از جمله از افکار معتزله، و خلاصه خودش ادعای این کرده بود که مهدی منتظره، شیعه هر جا باشه پرچم مهدی رو بلند میکنه، خرافه مهدی رو. این رفت مغرب و اونجا دولت موحدین رو در بر سر خرابه های دولت مرابطان تشکیل داد و این فکر منحرف اونجا منتشر کرد، تا اینکه این قهرمان یعنی ابو یوسف یعقوب منصور موحدی بلند شد و فساد و گمراهی و زلالت افکار ابن تومرت را که از تشیع متاثر بود تصحیح کرد. و قبل از اینکه هر جنگی رو شروع کنه اول افکار رو تصحیح کرد. پس قبل از هر چیزی انسان باید عقیدهش رو درست کنه، افکارش رو درست کنه، و این عیبی نیست. اگر نه سیاست بر مبنای افکار درست و عقیده درست ایجاد نکنه، میشه مثل دولت خبیثه‌ای که الان بر ایران حکومت میکنه. و خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میره و دیوار کج. میگه در وقت این قهرمان شخصی در پادشاهی قشتاله، یک پادشاه مجرمی به نام آلفونسو هشتم حکومت میکرد، و این آلفونسو غیر از اونی که ابن تاشپین در جنگ جاودانه در نبرد جاودانه زلاقه اونو شکست داد، مسیحیان اسم آلفونسو رو زیاد میگیرند، یعنی اسم مسما میشن، اسم بچه‌هاشون رو میذارن. مهم این که این آلفونسو در سرزمین اسلامی اندلس فساد زیادی به پا کرد، زنان رو پیرمردا رو میکشت، به زنها تجاوز میکرد، و اندلسی ها ما میدونیم که همیشه از مغرب اسلامی در این سالهای اخیر کمک میگرفتن. ابو یوسف با یک لشکری که 200,000 نفر بود از مسلمانان شمال افریقا به کمک برادران اندلسی شتابت، تا جواب نامه اهانت آمیزی را که آلفونسو براش نوشته بود بده. لذا صلیبیان همه بسیج شدن، حالات فوق‌العاده اعلام کردن در هلند، در آلمان، در فرانسه، در اسپانیا، تا یک لشکر بسیار عظیم جمع کردن که حدود 250,000 نفر جنگجوی مسیحی بود. صلیب‌ها را هم برافراشتند و میدونستند که در مقابل یک جنگی هستند که سرنوشت سازه. اونا صلیب برداشتند اما مسلمانان ندای الله اکبر میدادند، و تا زمانی که مسلمانان دوباره به این ندا باز نگردند هرگز پیروز نمیشند. و فرماندهشون هم ابو یوسف یعقوب منصور موحدی، مردی مسلمان بود.
مردی مسلمان عملی بود و این دو گروه، گروه مسلمانان و گروه مسیحیان، در شعبان سال 591 هجری در نبرد جاودانه عرق روبرو شدند و مسلمانان بزرگترین پیروزیشون رو در تاریخ اندلس در اینجا به دست آوردند. این پیروزیشون از پیروزی زلاقه بزرگتر بود و اخبار این پیروزی در همه جا منتشر شد. در بر سر منابر مسلمانان در دولت بزرگ موحدین در شرق اسلامی هم مردم براشون دعای خیر میکردند و اظهار خوشحالی میکردند و همه جا در شرق و غرب، در مشرق و در مغرب نماز و شکر ادا کردند به خاطر این پیروزی بزرگ. شاید بسیاری از من شما در زندگیش اسم منصور موحدی و نه نبرد جاودانه عرق نشنیده باشین، لیکن میگه من شکی ندارم که داست که یکی از بزرگترین قهرمانانی که بر صلیبیان پیروز شد و قبل از جنگ جاودانه عرق 8 سال قبل از اون که بیت المقدس رو آزاد کرد تا پیروزیش در شرق اسلامی همراه با پیروزیش در غرب اسلامی بود، حتما شما اسم این شخص رو شنیدید، البته جز در ایران شرک زده که همه چی تحریف شده. پس قهرمان آینده مون شخصیت اسلامی است که بعد از حضرت عمر دومین نفری است که بیت المقدس رو آزاد میکنه. انشاءالله که شب آینده در بارش صحبت خواهیم کرد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. باز میدم سراغ سوال هاتون و کلیپ هاتون. خدا من همتون رو حفظ کنه و از شر امراض، از امراض بعد، از طاعون، از کرونا همه ما و شما رو حفظ فرماید، هر مؤمن و موحدی رو حفظ فرماید. و این امراض باعث بشه که ای خدایا که مردم به دین بازگردند، به سوی خدا بازگردند. دوستان خواهش بکنم زنگ نزنید، سوالاتون رو بنویسید، سوالاتون رو بنویسید، کافیه. ابو تمیم حبیبی بگم بتعش نتیجه دلارهای خرج شده ولایت فقیه در افغانستان. آقای محمد امین خیلی متشکرم. حلف و اونو کیانا نی روح الله خمینی نهویو نی علی خامنه‌ای نهویو نی مرتضی مطهری نهویو نتیجه دلارهای خرج شده در کنیا، در کنیا نه در افغانستان. بله. برادران تاجیک ما میگفتند قبل از که تلویزیون های شما بیاد ما هم اینجوری بودیم، اسم بچه همون خمینی و خامنه‌ای و اینا میذاشتیم. وقتی شما اومدید در رنگارنگ شما رو دیدیم دیگه این اسم ها رو عوض کردیم، دیگه فهمیدیم این رژیم یعنی چی. خدا را شکر. برازه بنده بارها عرض کردم که یک تلویزیون کاری میکنه که ارتش ها نمیکنه.
آقای امیر حسین مصفا، به نام خداوند یگان. سلام برادر عزیزم، امیدوارم سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. از شما تقاضا دارم مطلب را تا انتها بخوانید. چشم. در خصوص پیام بیماری طاعون لازم است این مطلب را با شما در میان بگذارم که مقام شهدا بسیار رفیع می باشد. بله. و با بلایایی که مردم باید در آن تأمل کنند و عاجزانه به سوی خدا گرایند متفاوت است. مقصودتون چیه؟ برادر، متاسفانه تا زمانی که حدیث بازی ها که همان حدیث بازی ها که همان طاغوت کافران اهل کتاب است متوقف نشود، اتحاد وجود نمیاد. آخه این چه ربطی به این داره؟ این چه ربطی به این داره؟ آقای امیر حسین، مقام شهدا، شهید اون کسی است که در راه خدا شهید شده باشه. مشرک شهید نمیشه. یا علی گو، یا حسین گو، یا گیلانی گو، کسی غیر خدا رو میخونه اگه بمیره هم شهید نیست، برای که مشرک مرده. این یک. ثانیاً با بلایایی که مردم با در آن تأمل کن و اصلا سوی خدا گران متفاوت است. وقتی پیغمبر خدا چون این حکمی میده، این دلیل بر رحمت خدایه. اگر مسلمانی در بلایی، در مصیبتی صبر کرد، حکمش حکم شهیده، شما از پیغمبر جلوتر نزن. اگر مقصودتون اینه، حدیث بازی ها در میان تشیعه که دینو به هم زده، یعنی دشمنان اسلام با ساختن حدیث چه از در قالب تشیع که کارخانه دروغ سازیه، و چه در قالب تصوف که از لحاظ دوستی این کار را کردن، کرد و اشتباهه. بله، این عملو انجام دادن، لیکن این معنیش این نیست که هرچی حدیث از پیغمبر نقل شده درست نیست. یعنی هر گردو گرد است، لیکن هر گردی گردو نیست. تا چه می فرمایید؟ و تا زمانی که حدیث بازی ها که همان طاغوت کافران اهل کتاب است متوقف نشود، اینجا فکر کنم شما اگر مقصودتون درست فهمیده باشم اشتباه راه میرید. یعنی انکار حدیث برابر با انکار قرآنه. انکار حدیث درست، انکار سنت درست، انکار گفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، انکار قرآنه. برکه قرآن او را معین کرده که قرآن رو شعر بده. و انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن رو برات نازل کردیم تا بر مردم بیان کنید. بیان پیغمبر سنتشه، چه حدیث باشه، چه سخنش، چه رفتارش، چه گفتارش، چه کردارش. دقت میکنید؟ و خطر بزرگی که شیعیان هدایت شده رو تهدید میکنه همین نقطه هی. چون از یک جای گریختن، از یک جایی گریختند که با روایت کل دین خراب کردند. این بعضی هاشون میاد کل روایت انکار میکنن. این اشتباهه. خب، ما تا حدیث بازی که همان طاغوت کافرانه هر که متوقف شد اتحاد به وجود نمیاد. نه نه، چرا انقدر دور رفتید آقا؟ اتحاد در زیر سایه توحید به وجود میاد. اتحاد در زیر سایه انکار سنت پیغمبر به وجود نمیاد. اتحاد و اعتصموا بحبل الله جميعا، همتون به ریسمان خدا چنگ بزنید. ریسمان خدا قرآن و سنته. انکار قرآن کفره، انکار سنت هم کفره. خب، و فرقه ها به بهشت نمیروند. برادران، فرقه ها به بهشت نمیروند و مسلمان به حکم قرآن کریم اقتدایش به ابراهیم خلیل الله لحاظ شده و امامش ابراهیم قرآن است. بله، ولی الان سنت ابراهیم نیست. سنت ابراهیم را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زنده کرده. مسلمان بگوید که من بدون محمد به قرآن چنگ میزنم، اشتباه میکنه. یعنی به قرآن چنگ نزده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بگوی
به شما بگو که اگر شما خدا را دوست دارید از من محمد پیروی کنید. ستیزجویی دو فرقه اگر میخواست برنده ای داشته باشد در این سالهای گذشته برنده ای داشت. نه، کاملا داری اشتباه میکنید. ستیزجویی دو فرقه، صد فرقه، اینا سنت های بشری است، سنت الهی است، تدافعه. چه فرقه ای باشه چه دینی باشه، حق یک جاست، دو جا نیست. دقت میکنید؟ یعنی نمیشه هم مسیحی حق باشه هم یهودی حق باشه هم مسلمان حق باشه، حق در یکیشونه. در میان فرقه هم همینطوره، اگرچه اهل سنت و جماعت فرقه نیست، اصل دینه، سواد عظمه. ما اینو پیامبر مشخص کرده، بارها فرمود، خدمتون عرض کرده هم. اما فقط به کشتار مسلمانان بیگناه انجامید؟ نه، این شیعه که بر سنی کشی قدم گذاشته، اهل سنت بر شیعه کشی قدم نگذاشته. کجا در کجا علمای اهل سنت فتوا دادن و دولتی پشتارشون باشه که بیان شیعه ها را بکشن؟ نه شیعه ها را، بلکه بقیه فرقه ها را، بلکه دید اهل سنت اینطوری نیست، نه بلکه فرقه ها، بلکه بقیه ادیان را. اهل سنت هزار سال بر ایران حکومت کردن، زردشتی کشی شروع نکردن. 7-8 قرن بر هند حکومت کردن، هندو کشی شروع نکردن. 8 قرن بر اندلس حکومت کردن، مسیحی کشی شروع نکردن. بلکه دیدگاهشون اینطوری نیست. بله، در آیه 23 سوره اعراف تأمل کنید، انشاءالله که مورد رحمت پایبنده قرار گرفت. رسالت من امیر حسین مصطفی بنده حقیر را خیلی خدا رساندن آیات واضح و روشن قرآن کرد که با تلاوت فارسی خودم در کانال قرار دادم، در ترجمه را بشنوید. به هر حال جواب شما رو دادم، امیدوارم که شما هم جواب بنده رو شنیده باشید. شما قبل از اینکه فکر وحدت باشید، فکر توحید باشید. در زیر سایه توحید همه مسلمان ها میتونن جمع بشن. و السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای امین از شیراز، آقای امین هدایت شده، ببخشید چند سال پیش شما گفتین کلمه لطف خدا از مسیحیت وارد شده و نگیم بهتره. نه، فیض خدا، فیض خدا، یعنی اون البته در مرحله عقیدتیه، وقتی در مسائل عقیدتیه، اگر اصل کلمه درسته، فیض لطف اینا درسته. آیا من اشتباه شنیدم یا اگر درسته دریش بفرمایید؟ نه، اونا میگن که در مسائل عقیدتی کلامیه اینا، دقت میکنی که به کار بردن کلمه اشکالی نداره، لیکن اونا میگن دنیا خالی از فیض نمیشه. خب شیعیان این فیض رو کی میدونن؟ امام زمان خود میدونن. همه اینا اشتباهه، این برداشت ها اشتباهه. آقای احمد شاه افغانی، من یک سلام، علیکم السلام و رحمت الله. من یک سوال داشتم در مورد لباس. در وقت نماز اگر زنی هنگام لباس خواندن آستینش کوتاه باشد اما چادر بزرگ پوشیده باشد، یا آستین 10 سانت از موج کوتاه باشد، نمازش باطل می شود یا نه؟ اگر میشه در اگر چادر داره پوشیده، مهم پوشیدنه، مهم اینه که دستش از اینجا تا موج پوشیده باشه، چه با چادر چه با آستین. اگر نه، نمازش کامل نخواهد بود. آقای امیر از کرمان، علیکم سلام تولا. میخواستم از اون تشکر کنم، خیلی ممنون که همیشه جواب سوال ها رو میدهید. استاد به خاطر حرفای شنیدنی شما خدا رو شکر خیلی عوض شدم، الحمدلله، خدا رو شکر. من حتی به امام زمان اعتقاد داشتم ولی حالا دیگه میدونم امام زمان وجود نداره. یک افترایی بیش نیست، یک فریبی بیش نیست، نه امام زمان، کل امامت. لیکن شناختن این فریب چرا آسون نیست؟ چون
نام مقدسان را، نام پاکان را ابزار خود قرار داده اند. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. یعنی شما وقتی امام زمان انکار میکنی، یه شیعه بیچاره فکر میکنه شما به امام ها اهانت میکنی، در صورتی که خاکپای امام ها سرمه چشم ماست. لیکن همچنان که شما وقتی الوهیت حضرت مسیح رو انکار میکنید، یه مسیحی فکر میکنه شما به حضرت مسیح اهانت میکنید، در صورتی که خاکپای حضرت مسیح نور چشم، سرمه چشم ماست. بله. ولی حالا دیگه میدونم امام زمانی وجود نداره. قبلا گاهی میرفتم زیارت دعا میکردم، گفتم خدایا به خاطر این زیارت مشکلم رو حل کن، ولی حالا فهمیدم این کارم اشتباه بوده. امیدوارم خداوند توبه من و خانواده رو قبول کنه. آمین یا رب، آمین. خدا را شکر در دین اسلام شما هستید، آدم های مثل شما هستند. به خاطر آدم های مثل شما امروز آدم های مثل من از خرافات و شرک بیرون اومدند. خدا را شکر. هر چقدر از اون تشکر کنم بازم کمه. خواهش میکنم همین که برای ما دعای خیر میکنی برای ما کافیه. ما واجبمون و وظیفه‌مون انجام بدیم. تازه خیلی هم مقصریم، خیلی هم مقصریم. اولین مقصران در خرافه بودن ایران، در منجلاب غرق شدن ایرانیان در شرک، علمای اهل سنت هن. اگر بسیاری از اونها دنیا رو بر دین ترجیح نمی دادن، سیاست بازی رو بر دین ترجیح نمی دادن، وضع ایران خیلی بهتر از این می شود. و اونایی که در داخل حرف حق می زنند، خدا حفظشون کنه. حرف از توحید می زنند، خدا حفظشون کنه، خدا بهشون برکت بده. خدا من جنت فردوس رو نصیبتون کنه. آمین یارب. ما و شما را امیدوارم یه روز همه از شرک و خرافات بیرون بیاد، همه یکتا پرست بشن و فقط از خداوند مهربان کمک بخوان. آفرین بر شما. به خاطر این آخنا خیلی ها اشتباه دین من را درک کردند، از جمله خودم. ولی خدا را شکر با دیدن شبکه شما و بقیه شبکه های توحیدی دارم کم کم میفهمم که مسلمان بودن یعنی چی. استاد از شما و بینندگان عزیز تو میخوام برای من و خانواده ام و همه مسلمانان دعا کنید تا دچار مشکلات شرکی نشیم و خداوند ما را از بیماری کرونا حفظ کنه. الهی آمین. استاد بازم ممنونم. خداوند شما را از کرونای بزرگتر نجات داده، از کرونای شرک، از کرونای غیر خدا خوندن، از کرونای امام پرستی و بت پرستی نجات داده. الان خداوند به ما و شما و به عمرمون برکت بده. فرزند شما در خونه هستید، با این کرونا از دنیا رفتید، حکم شهید رو دارید. این رحمت خداوند هر مسلمانی، هر کسی که در خانه خودش بماند و صبر کند، همچنان که حدیث نبوی است در روایتی در شهر و در روایت بخاری در شهر خودش بماند، در روایت امام احمد در خانه خودش بماند که روایت بخاری صحیح تره و به تقدیر خدا راضی شد و اجرش فرا رسید، خب به کرونا مثلا رفت از دنیا، حکمش حکم شهیده. این دین ببینید چه دین رحمتیه. کافر میمیره میره به جهنم، مؤمن نه، به شرطی که موحد باشه. اما این مشرکانی که میرن بارگاه میلیسند و نمیدونم سر قبرها، اینا مشرکن. بمیرن نمیرن حکمشون حکم مشرکانه. این فایده توحید، این فایده یکتاپرستی، این فایده اسلام درست. خداوند شما را و خانوادتون را حفظ کند و به توحیدتون برکت بدهد و شما را و بقیه هدایت شدگان شیعه را مشعلدار توحید در ایران بگرداند و ما و شما را همه رو پرچمداران توحیدی بگرداند که آینده ایران را بهش رقم بزند. ای خدایا کشور ما را دست بیدین ها، دست بددین ها، از دست بددین ها خارج کن و به دست بیدینان مسپار، به دست ضد دینان مسپار. ما را وسیله هدایت کن و به وسیله ما ملت ما را هدایت کن. و خدا کریم و رحیم است. آنچه را که الان میبینیم ما تصور نمیکردیم که در عمرم خودمون اینا رو ببینیم. آیت الله برغی خدا رحمتش کنه 40-50 سال زحمت کشید، تصور نمیکرد که افکارش به مجردی که سرش رو زیر زمین بذاره افکارش این همه منتشر بشه، افکار توحیدیش. لیکن خدا این چونین خواست.
ما تصور نمی کردیم که فوج فوج ملت ایران رو ببینیم که دست از شرک آخوندی برداره و بیاد به سوی قرآن، به سوی هدایت. بخصوص در همچنان که برادرمون آقای محمد اهوازی میگفت در خوزستان، در اهواز 4 میلیون نفر تقریبا هدایت شدند. و اگر هوا آزاد می بود، اگرچه الان خرافه، نمیخوام بگم شیعه زادگان برای که به شیعیان ارجمند توهین نشه، خرافه زادگان، آخوند زادگان متاسفانه یا رومی رومی میشن یا زنگی زنگی، کلا بیدی میشن. اما اینهایی که با عکس العمل به عکس العمل دوچار نشدن، آمدن موحد شدن به خودشون، به خداشون بسیار امیدوار باشند که زنگی زنگی نشدن، رومی رومی نشدن، یعنی کلا بیدین نشدن. این آقا کرونا گرفته بود، سوزاندنش. این آقا کیه؟ آقای عثمان از بوشهر. سوزاندن مسلمان حرامه، ولی شاید این مسلمان نباشه، نمیدونی. در ایتالیاه اینا رو مقایسه کنید با اسلام که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که مرده را با آب خیلی گرم نشورید، که آن چرا که زنده اذیت میشه، مرده اذیت میشه. احترام مرده رو در اسلام ببینید، احترام انسان رو در پیش بیدینان ببینید، هیچ، برو بسوز و تمام شد، بلکه به آخرت معتقد نیستن. اما اسلام رو ببینید، مرده را کفن میکنه با خوشبویی، با شستن، با غسل، بعدم با نماز جنازه خوندن، بعدم با دعای خیر کردن. کجا در چنین دینی در دنیا میبینید؟ دین همه انبیاء. لیکن بددینی اروپا را بیدینی کشوند، بددینی کاتولیک ها مثل بددینی شیعیان حاکم بر ایران و عراق و سوریه. تسلیم آقای محمد اهوازی، تسلیم شدن و خضوع پرنده با صدای قرآن، سبحان الله. ای خدایا، استاد حیف نیست با این حجت المفنگین کسی مناظره کنه یه دقیقه؟ حجت المفنگین این حجت المفنگین، این آقایی که نشایی، آقای دکتر نشایی، این متن رو دارم، گمش کردم تو 3-4 هزار کتاب، نمیدونم کجا گذاشتم، پیداش نمی کنم. وجود مبارک امام زمان تو یکی از فوقیاتشون نوشتن هر گره ای که به کارتون افتاد. شکلشو ببینید دروگویه، خودشم میدونه که دروغ میگه.
هیچ دعایی زیارتی ذکری نتونست حل بکنه متوسل به عمم غرهم في دينهم ما كانوا يفترون خود افترا ميزنان ان انهار فري مغرور کرده مؤمن به خدا چنگ میزند، موحد به خدا چنگ میزند، مشرک به امه و خاله بوتی که خود درست کرده. استاد بچه فرج رو گذاشته تا مشرکین پیاده روی پا بذارن، پا بذارن رو شفا بگیره. ما هم اینطور بودیم، اینطور رو بدتر بودیم، پناه بر خدا. پناه بر خدا، خدا را شکر نجاتون داده، خدا را شکر که شما را هم وسیله نجات دیگران بگردان. ببینید شیطان چطوری انسانها رو گمراه میکنه. الان با لگت کردین کسی از فرج شفا پیدا میکنه؟ سخنان زیبا درباره خرافات و بدعت 50 ثانیه. انسانهایی ممکنه باشن که خودشان بدن خودشان را خسته و کوفته کرده باشن در یک بدعت، در یک خرافات. روز قیامت وقتی میره هیچی نیست، گم میشه از آنها. ما کانو یفترون، افترا یعنی چیزی که خودت در آوردی، از خودت ساختی. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اینا صوفیانن مثل شیعیان، هیچ فرقی نمی کنن، در خرافات مشترکن. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، کسی که کاری انجام بدهد که دستور ما بر مشروعیت اون صادر نشده، اون برباد است. دل عنه. خیلی آدم هست، فکر نکنید که نیست، بسیار آدم ها هستن که خودشان را خسته و پیر کرده اند در خرافات. استاد راست میگه برادرمون جلیل، این آخوند مکار که به طب اسلامی معروف شده چند بیمار کرونایی رو زودتر از موعد دکترها که چند روز وقت میبرد تا پیک بیمار فعال شود زودتر مردن. الان هم میگن فرار کرده، پلیس دنبالشه. عجب. الان هم شبکه ایران اینترنشنال خبر داد داستان گیلان حکم جلب و بازداشت این دجال را صادر کرده. اسم این دجال کهنسال است. مادرزن میثم خامنه‌ای هم بر اثر کرونا فوت کرد. مادرزن میثم خامنه‌ای که مؤسس مدرسه علوی بوده. بله. خب. اونی که قبلا گذاشتیم، یعنی آخوندی که قبلا گذاشتیم. آیا خوابیدن افراد جماعت تبلیغ در داخل مسجد جایز هستش؟ حرام نیست. خوابیدن در مسجد حرام نیست. با مانان حکم کلی یعنی. منظور حضرت ابراهیم از دودمان من امامانی قرار بده در این آیه چیست؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین.
نکف امامی قرار بده. وقتی ازشون خواست، خداوند گفت که این زور که این عهد، عهد پیامبری برای که اون پیغمبر بود، به ظالمان نمیرسه و در زوریش عهد پیغمبری رو قرار داد، چه در بنی اسرائیل، چه در چه نسل اسحاق، چه نسل یعقوب، نسل اسماعیل، هر دوشون زوری ابراهیم، هم بنی اسرائیل زوری ابراهیم، هم نسل ابراهیم که عرب باشند زوری ابراهیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخرینشونه. مقصود اینجا نبوت، رسالت، نه اینکه امامی که شیعیان به دروغ ساختند. اگر چنین می بود چرا علی چیزی نگفت؟ چرا خدا همه چیزی نگفتند؟ چرا حضرت علی در نهج البلاغی که 400 سال بعد از اون هم نوشته شده، از وضو حرف میزنه، از توحید حرف میزنه، از قیامت حرف میزنه، از امامت خودش حرفی نمیزنه؟ برای این دروغ ها رو شیعیان ساختن. اگر مفصل تر خواستید، کتاب شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت از استاد حیدرعلی قلمداران رو بخونید. این آیه رو اونجا هم تفسیر کرده و همچنین همین آیه رو آیت الله برئی در تابشی از قرآن تفسیر کرده. مراجعش کن. موضوع معبد پرستان و بت پرستان، یه دقیقه و 30 ثانیه. اوه، صداش خیلی بلنده، ببخشید. اینا ساحران فرعونن، مثل ساحران امامت امروز میمونن، مثل ساحران و اتفاقی میمونن، مثل روحانیت مدعی تشیع میمونن. آقای فرزاد هدایت شده، وقتی می گفتن در روز قیامت هیچ کس به فکر دیگری نیست، همه تعجب می کردیم. وقتی می گفتن مادر از بچهش فرار می کند و برادر از برادر و فرزند از فرزند، فرزند از پدر و مادرش، چون این صحنه را باور نمی کردیم. ولی امروز در دنیا تقریبا چنین شده. دقیقا ویروس و کرونا یک پدیده بود تا خداوند قیامت را که مردم فراموشش کردن یادآوری کند. عاقبت ما را در قیامت به تصویر کشیده است. خداوند متعال در سوره عباس می فرماید یوم یفر المرء من اخیه، روزی که آدمی فرار می کند از برادرش. بله،
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. کلیپ دو خورده دقیقه ولی شما نوشته که چی هست. همانا یک دعا صلاح بی پایان و گنجینه‌ای است که از بین نمیرد. بنابراین همراه با دعا جهاد کنید و میدان جهاد دعا را فراموش نکنید. بله. خلافت عثمانی سلطان بایزید دوم 1447 است و 1512 میلادی هشتمین سلطان عثمانی در حال استقبال خوشامدگویی به یهودیان رانده شده از اندلس. یهودیان که تا پیش از سقوط اندلس همراه با مسلمانان در این سرزمین زندگی میکردند، پس از سقوط قرناطه در پی آزار و سرکوب توسط کاتولیک های متعصب مجبور به مهاجرت شدند. آنها به سرزمین های اسلامی شمال افریقا و ترکیه کنونی مهاجرت کردند. شما این عکس رو فرستاده اید. یه سوال داشتم. سوال دوم این که هر کسی که با هر سنی که از دنیا میره تو اون دنیا یا آخر به همون سنی که از دنیا رفته یا سنش فرق داره؟ نه، با همون سن، لیکن در آخرت پیری وجود نداره. در آخرت پیری وجود نداره، همش جوانیه برای مؤمنان، برای اهل بهشت. آیا مرغ کبوتر خیر و برکت تو خونه دارم؟ بعضی میگن مرغ نه، اینا همش حرفه. نگه داشتنش اشکالی نداره، لکن خیر و برکت پیش خداست. آقای محمد عاطف، طب والا مقام طب والای مقام عظمای ولایت از فارس. صدا خانم پیراسته سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ببخشید، ما یه نفر سه ما ترک کرده ترک اعتیاد. بله بله. بعد الان سه ماه درد بیجون بیحس بدنش. بله خیلی مشکل، اصلا خواب داره، مشکل غذا داره. بله این دیگه چیه؟ مشکل ایچیا داره، اعصاب و روانش خیلی به هم رسید. لطفا ما راهنمایی بکنید. خیلی جالب بود که این خانم دست گذاشتن روی قلب طب بلایی که حاصل تجربیات خود ولی فقیه هست. مقام عظما خودشون روزی 25 تایی حق میزدن. سه ما بهشون جنس نرسید، تمام بدنشون درد و مرد و بیرسی و مشکل خواب و ماب و قضا و مدا و بعدی نمیسر به دوباره دود و دم رو شروع کرد که خب خوب خوب شد. بعد متاسفانه تحریما اومد که روزی 10 گرم بهش اضافه کرد. روزی 10 گرم چجوری؟ یعنی این بستگی به بدن مدن سدنت داره، بدن با بدن فرق میکنه. بمبی میخوایم، حلی میخوایم، سیفخی داریم، بافوری داریم، اصلا کلن این دوای همه درداست. ماست پاست. استاد حالا چون بحث حنجره شد، بعضی ها مده هم روزه خونن، میگن دوست داریم سرامون باز بشه، چی بخورن چی کار کنن؟ چی بخورن؟ سوال خوبیه. والا من هر چی که فکر میکنم ببینم دیگه چیزی نمونده که ایشون بخورن. تو این 40 سال همه چی رو خوردن دیگه. سر سفره انقلاب چیزی برای خوردن نداشتن، بردن نداشتن، بردن نداشتن، اینو بخورن.
سخنان حجت الاسلام طویله من در باب گناه. بسم المقام العظمى والسوسمار والمنزمار و روح الشیطان الخمینی که قده تو سرش داشت بیشتر. امروز میخوام براتون در باب گناه صحبت کنم. خوب گوشاتون رو باز کنید، حواستون به من باشه. اینطوری هم مثل بز به من نگاه نکنید، خوب میدونید چی دارم میگم. بله، و اما مقوله گناه. گناه در مکتب ولایی واسه خودش سلسله مراتبی داره. یه سری هستن که کمربند مشکی گناه رو دارن، یعنی گناه اندودن، مثل مقام عظما و امام. یه سری هم هستن که گناه زادن، مثل آسید مجتبا و حاج احمد آقای خمینی. گوش میکنید؟ یعنی همچین با گناه حال میکنن. یک سری هم هستن که گناه در میارن، یعنی مثل ما آخوندا که شما اسکلا از ما پیروی میکنید. یه نگاه به قیافه خودتون بندازید، آخه اینم قیافه است که شما دارید. انگار دارید در به در تهبالا میکنید که بگناهید. کلن گناه پارتی این نظام. حالا در یک کلام، گناه در نظام ولایی چیز توپیه. آی بز بچه، چرا گوش نمی کنی؟ چی؟ گوش کردی؟ خب بگو بینم چی گفتم؟ چرا حرف مفت میزنی؟ من کی گفتم امام پوشک ندار؟ میام اونجا میزنم دهن تو خوره کار میکنم ها. برا من شروور تفت نده. گفتم شروور یاد این حسین سلامی چاخان افتادم. ای خالی بنده، ای خالی بنده، بذار یه خاطره ازش براتون بگم. همین حسین سلامی رفته بود جبهه، RPG رو گذاشته بود رو دوشش، ولی برعکس شلیک میکنه، تمام گردان خودی رو آش و لاش میکنه. بعد برای اینکه کم نیاره زایه نشه میگه ببینید وقتی خودی ها رو اینطوری لکو پار کرد، پس با دشمن ولایت چی کار کرده؟ یعنی یه همچین جونوری این خالی بند. حالا هم که شده فرمانده سپاه، البته بعد از لیست تروریستی، ولی به قولی تمسا رو هر وقت عذاب بگیری چی کارت میکنه؟ جرت میده. گفتم تمسا، یاد شترمرغ افتادم. اصلا از اسمش هم معلومه که این حیوان میخواد مسخره بازی در بیاره. معلوم نیست شطوره یا مرغه. درست مثل مقام عظما که هم ولی فقیه، هم سواد نداره، هم رهبر مستضعفین جهانه، هم میلیاردی دلار پارو میکنه. یعنی حیوان پیش مقام عظما کم میاره. اوش گوساله، دارم واسه تو صحبت میکنم ها، سپتیک قبر امامو که خالی نمی کنم. گوش کن یه چیزی یاد بگیری بدبخت. فردا که مردم ریختن چپاق هممون رو چاق کردن، این چیزا به دردت میخوره. یه دو تا فوش به مقام عظما میدی، همین چیزا رو ازش رو میکنی. چی؟ این کاره نیستی؟ بمیر بابا، واسه من میگه نیا. هممون این کاره ایم. حق جد و آباد مقام عظما با امام رو قشنگ رنگی میکنه. آره اینطوری ها. و سلام علیکم و علیکم سلام. این باز مدل جدیدشه. آقای محمد عارف از بلاروس، خیلی متشکرم. استاد گرامی، مبتلایان کرونا به طور عموم آتش میزنند، در این حالت مسلمان ها چی میتوان کرد؟ آتش زدن مرده حرامه، در اسلام قطعا جایز نیست. و اینجا هم است که دولت نامه های فرستاده برای جمعیت های اسلامی راجع به این موضوع مشورت میکنه، لیکن در اسلام به شدت این کار ممنوعه. انسان مکرمه، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان، سوختنش جایز نیست، حرامه. آقای محمد افغان، علیکم السلام و الله. از خداوند میخوام که مشکلات شما و سودیو حل بشه، آمین یا رب.
دو سوال. یک اینکه من مقداری صدقه در نظر گرفته بودم که دو قسمت کنم و به مسجدها بدم، ولی الان تعطیل هست، چیکار باید بکنم؟ نگه دارم تا مسجدها باز بشه؟ بله، شما نیت کردی به مسجدها بدی، صبر کن که مسجدها باز بشه، یا نه باید برسونم؟ دوم اینکه من و برادرهام اندر خرج مخارج زندگی جدا هستیم. برادر اندر سنجی از من کوچکتر، سنی نه سنجی، از من کوچکتر است و امروز مریض شد و بردمش دکتر، تمام هزینه دکترش را دادم. کارو خوبی کردید، خدا بهت برکت بده. و برادر بزرگتر از من هم بود، ولی من به او چیزی نگفتم و همه هزینه را دادم. با خودم فکر کردم اگر بر من حق داره به خاطر حقش و اگر نداره فقط به خاطر رضای خدا. آفرین بر شما. آیا از اجر ثواب داره؟ هیچ شکی نیست. الاقربون اولا بالمعروف، خیشان نزدیکان به کار معروف سزاوارترن تا دوران. خداوند به کارت برکت بده. هر کسی از من شما نیاز داریم که کار خیر انجام بدیم. چه خیری بیشتر از این که شما برادرت خدمت کنید؟ آقای عثمان، من در نماز خیلی سستم. وقتی نماز برسه میگم الان میخونم، دو دقیقه دیگه بخونم، چه دعایی بخونم که در نمازم قوی باشم؟ از خدا بترس، از خدا بترس و از خدا بخواه که تو رو از شکار شیطان بیرون کنه. بلکه انسان دشمن قسم خورده شیطانه، میخواد با خودش اونا رو ببره جهنم. با خدا من اینچنین عهد کرده. و چه گناهی بالاتر از سستی از نماز؟ روز محشر که جانگوداز بود، اولین پرسش از نماز بود، از احکام. دقت میکنی؟ از خدا بترس که ترک نماز کفره. خداوند دستت را بگیرد. کاش که میتونستیم برای بلوچهای ترکمنستان برنامه به زبان بلوچی یک ساعت پخش کنیم. والا من یه نفر چقدر یعنی سخته. و استودیو باز کردیم در دبی، پولا رو که دزدیدن هیچی، وسایل استودیو رو هم سر کشیدن. دیگه چیکار میشه کرد؟ آقای خالد ترکمن، شما اینو نوشتید، ولی خب با این همه پشت که نوشتید من چطوری بتونم بخونمش؟ استاد این خب یه پشت دادی نمیخوام، اینو ببینید که چقدر عقده داره. اینو که پران هستن من موندم همه آدم دوربری کزامش حرفشو باورم. یه خود محترمتر بنویسید که آدم بتونه اینا رو بخونه. این آقای فیروز آبادی خیلی خدمت کرد، میگفت یه جایی توی شهر، این از اون سوپر مشرک هاست دیگه، شهرهای سنی نشین، من خطبه های نماز جمعه رو که میخوندم به لحاظ جمعیت سنی یک کلمه گفتم ابوبکر صدیق سلام کردم، جواب ندادن، روشون رو برگرد، دوباره سلام کردم، سه باره به گریه افتم، بی این همه کار کردم، زحمت کشیدم برای ولایت امیرالمومنین علی، حالا تشکر از من به اینه که جواب سلام منو ندید. فرمودن تو هم گفتی صدیق، ما دیگه از تو انتظار نداشتیم. یه دونه راستو ببین، این دروغ ها رو نگن بیچاره ها رو چطوری بدبخت کنن؟ این دروغ ها رو میگن که سر مردمشون کلاه میذارن. عمرش گفت که تو گفتی صدی فاطمه، بله فاطمه، مگه قیامت دست فاطمه، دست علیه، دست عمره، دست اینا نیست که، قیامت دست خداست. لیکن اینها چنان رزلند که از هیچ دروغی ابایی ندارن. والله حضرت امام جعفر صادق میگه که اون صدیق است و افتخار میکنه که من از دو پشت به از طرف مادر به صدیق میرسم. بهش گفتن تو میگی صدیق؟ و بله، فراست صدیق نباشه خداوند تصدیق نکنه کسی که او را صدیق ننامد.
آقای مهاجر افغان شما کلیپ فرستادی لکه ننوشتی چیه؟ آقای احمد از بندر عباس، سال جدید در مورد عید نوروز. بیایید یک روز رو 365 بار تکرار نکنیم. یه وقتی یه نفر هست که یک سالش یک نواخت نگذره، یه وقتی یه نفر هست دو سالش، پنج سالش، شش سالش، ده سالش، یه وقتی هست یه نفر از خدا عمر گرفته، مسلمان زاده هست، الان 90 سالشه، حمدش از رو نمیتونه بکنه. این چه توسعه پیدا کرده؟ بچه های کوچه تو من تو سن 7 سالگی، 6 سالگی حافظ قرآن میتونن بشن. این اگه تو سن 6 سالگی، 7 سالگی حافظ کل قرآن بشه، همینجور رشد بکنه، مواظبش باشی، بهش توجه بکنی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر مسلمانی دو روزش یک نواخ بگذره، این خسران دیده. دو روز مسلمان نباید چه مثل هم باشه، باید متفاوت باشه. آقای امیر حسین، علیکم السلام و الله، خیلی متشکرم. یکی از اوقات استجابت دعا قیام لیل، نماز تهجد، و این وقت به دعا نزدیکتره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که پروردگار من هر شب در ثلث اخیر شب به آسمان دنیا نازل میشه. چطور ما نمیدونیم؟ و می‌فرماید که من یدعونی فاستجیب له، کی مرا میخواند تا استجابتش کنم، یعنی مرا در این وقت بخونید. نگفته قبرها را بخونید، گفت مرا بخونید. من یسالونی فاعطی، کی مرا سوال میکند که سوالشو استجابت کنم. من یستغفرونی فاغفر له، کی از من طلب استغفار میکنه که او را ببخشم. ورزه یکی از اوقات استجابت دعا در وقت نماز شبه. و کسی که 40 شب نمازش شب بخونه، به قول شیخ الاسلام ابن قیم جوزی، ابن آثارش در صورتش پیدا میشه، آثار نماز در صورتش. آقای کمال ریگی، آقای حسن تاجیک، در تاجیکستان رسم است که فرزندان اسمای خداوند را میگذارند، مثلا رحمان، رحیم، عزیز، غفار. بعضی از اسمها اشکالی نداره، بعضی از اسمها، ولی بهتر اینه که عبدالرحمن، عبدالرحیم اینجوری بذاریم.
آیا پدر یا مادرتان کدام یک پارس بودند؟ چون پارسیتون خیلی عالیه. نه، پدر مادر هم بلوچ بودند. خدا رحمتشان کنه، خداوند مرده های من شما رحمت کنه. لیکن من مثل همه بلوچستان اونجا زبان پارسی میخونم. دیپلممو یعنی 12 سال اول تحصیلم در ایران بوده. پس اسم شما رو تغییر بدم. آقای یعقوب، اگر میت شیعه مهتدی، اگر میت زن باشد شوهرش با کمک پسرش میتونه در قبر بگذاره؟ بله. منظورم است که یعنی شوهر نامحرم نیست؟ نه خیر، اگر روش اختلاف بده که نامحرم نیست. آقای امین از هرمزگان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة السلام ورحمة الله وبركاته. المحترم دكتور عبد الرحيم ملازاده. اگر لطف کنی فقط به بنده همون کلمه ملازاده بگی کافیه. لقب و اینا رو بذار کنار. از احترامت و محبتت خیلی متشکرم. فقط کافیه ملازاده، آقای ملازاده کافیه. خدا خیرتون بده. خدمت شما و خدمت بینندگان موحد شما سلام عرض میکنم. سلام اهالی اهواز را به گرمی برای شما میفرستم استاد. خداوند شما و اهل اهواز را حفظ کند و به توحیدتون و به هدایتتون برکت دهد همگیتون. و دست های شما را فشار میدم. خواهش میکنم استاد. من در رابطه با بحثی که دیروز گفتن در رابطه با این مهدی که در مناظره و این صحبت ها برادر بزرگترم که یعنی برادر بزرگم این مخالفت کرد و گفت اصلا این کار را نکن به هیچ وجه، با اینا مناظره اینا در حدی نیستن که ما بخوام بذاریم با دکتور عبدالرحیم یا با کسی از دوستانمون مناظره کنن، چون اینا تمثال گروه نیستن، یعنی مثلا یه گروه رو تمثال نمی کنن. اگر مقصودتون که نمایندگی گروه نمی کنن، من هم همین رو عرض کردم دیشب. اینا نماینده خودشون هم نماینده پردن. هر کسی مناظره کردن باش جایز نیست، درست نیست. جایز چه عرض کنم، درست نیست با هر کسی.
فرد شکست خورد که اکیداً با 10 دقیقه مناظره کردن با استاد شکست خورد خود چی میشه؟ مثلا چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. درست میگید استاد عبدالرحیم، بعد برادر مخالفت کرد و گفت اصلا از اینا دوری کن، ممکنه نه خودشون به قول شیخ عبدالرحیم اطلاعاتی باشه. نه در اطلاعاتی بودن، چون که شک نیست در ایران کسی میتونه سر براند کنه بدون اطلاعات، میتونه رئیس دانشگاه المصطفى باشه بدون اطلاعات، این که در این شکی نیست. لیکن من حاضرم با رئیس اطلاعات مناظره بکنم، این هر رو مگه کی اطلاعاتی نبود؟ قزوینی اطلاعاتی نبود؟ روز اولی کسی قزوینی رو فاش کرد که مدرس اطلاعاته، فیلمش رو منتشر کرد، بنده بودم در زمان رنگارنگ. دیگه ما به هم زدیم و بهشم دیگه اسمس ندادم که برای مناظره چه روز و چه وقته، ولی استاد میخواستم یک سال هم داشتن در رابطه با پدرم. پدرم فقط موحده، یعنی دیگه فقط موحد شده، نه دیگه حسینیه داره، نه دیگه امام حسین میزه، نه دیگه چی نار همه جمع کرده، ولی زیاد به یعنی به احکام و به صلات و به صیام و اینا انجام میده، ولی نه به طریقه اهل سنت، نه به طریقه هنوز مثلا دست باز، هنوز همون طریقه ای که اینا مشکل، اینا مشکل بزرگ نیست. اینکه دست باز نماز میخونه مشکلی نیست، مهم اینه که شرک رها کنه، مهم اینه که قبر پرستی رها کنه، مهم اینه که امامه ها را بت ندونه، مهم اینه که امامت معتقد نباشه، بعد از رسالات امامت نتراشه. اینا مسائل بزرگیه. اینکه دست باز دست بسته با مهر بدون مهر، اینا مسائل بسیار بسیار جزئیه. وقتی که از شر بزرگ رها شده، ان شاء الله یواش یواش هدایت میشه. شیعه نماز میخونه، نماز میخونه و احکام همون شیعیانه، فقط موحد شده. آیا شیعتش قبوله؟ آیا توی اون دنیا اذیت نمیشه؟ چون میگه من پیره نمیتونم من دوباره بیام این صلات جدید نمیتونم. ما همینطوری که موحد شده و دیگه به گنبد بارگاه و دیگه زیارت مشایخ و اینا دیگه نمیرم، حسینیه و مجالس ندارم، همینا بس نماز من میخونم، از هیچ کس به از خودم استفاده نمیگیرم. گفتم سوال کنم ببینم اشکالی نداره استاد، جزاکم الله خیر جزا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نه، ایشون 90% راهو طی کرده، 90% راهو طی کرد، 10% انشاءالله که مشکلی نیست، کم کم درست میشه. اینا مسائل جز مسائل فرعی مشکل بزرگی نیست. سلام، 4 شبکه توحیدی هستن، یکی به زبان بلوچی پخش کنید. آقا من برنامه به زبان بلوچی داشتم، عرض کردم که چه شد، دقت میکنین؟ و این یک. و دومی که اونایی که کادر دارن شما این حرفا رو بزنید، فکر کنم کلمه هنوز هم به زبان بلوچی برنامه داره. بله، بنده سرباز تک نفره هم چکار کنم؟ قاتل تشنه به خون جوانان وطن بر اثر ابتلا به کرونا کشته شد. ابوالفضل بهرامپور کارشناس قرآنی که در تلویزیون توصیه کرد معترضان آبان ماه باید در زندان شکنجه و زشکه شوند، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا کشته شد. بله، هر چیزی سرباز خداست. نگفت این یقتلو یقتل یک ان یقتلو زجر کش بشوند، نکشته بشه. آیه اینه، علمای بزرگوار ما هم که اهل تفسیر. آقا آیه را شما تحریف داری میکنی، این آیه راجع مفسدان در فل ارض، امثال خامنه‌ای ها، امثال سیستانی ها، امثال دوزان دینی، امثال خمینی ها، امثال کسانی که شرک راه میندازن، امثال کسانی که مردم رو گمراه میکنن، امثال کسانی که به نام خمس اموال ملت میدوزن. ما را نصیحت کنن اگه خلاف ترجمه میکنیم. خب این که این کلیپ من گذاشتم، جوابش هم دادم قبلا بیش از یک بار. راجب آیات محکمات و متشابهات، محکمات اینه که نماز بخونید، روزه بگیرید، قابل تأویل نیست، واضحه. متشابهات اونایی که بیش از یک معنا داره، ید الله فوق ایدیهم،
دست خدا چیه؟ این از متشابهاته. خدا من دست داره، چه دستی ما نمیدونیم. دقت میکنید؟ آقا دستش قدرت، نه این کار معتزله و علمای کلام که اومدن تأویل کردن. ولذا خدا من ذات داره، چه ذاتی ما نمیدونیم. دقت میکنید؟ اونایی که بیشتر از یک معنا داره متشابهاته. دیگه این که امکان داره در آخرت نمازهای سنت جایگزین نمازهای فرض قضا شده میشه؟ نه، فرض قضا رو انسان 100 تا سنت بکنه جایگزین فرض قضا نمیشه. قضای فرض رو باید ادا کنید، از قرض واجبه، سنت نه. آقای محمد ملاحی، موضوع کلیپ خطاب سیستان به جای بلوچستان. برای حمایت و شکل دادن به اراده ملی و نجات بخش فروگذار نکرده و نمی کن. همین من امسال نوروزی دارم. من امسال در خلوت خود و خانواده‌ام به فکر جان باختگان میهنم. روزی که هیچ چیزش نو نیست، جایی برای شادی نمیگذارد. من امسال به یاد تمامی جان باختگان دقیقه ای را به سکوت برگزار میکنم. سکوت برای قربانیان اخیر، برای سیل زدگان سیستان، برای کولبران کردستان. خب شما هنوز از بلوچستان نمیدونه که سیل در بلوچستان اومده، نه در سیستان. سیل در بلوچستان اومده، در مکران بلوچستان. اونگه با سکوت که کاری درست نمیشه، با دعای که کار درست میشه حداقل. برای پرستاران و پزشکان از خود گذشته، برای جان باختگان آبان، برای سرنشینان هواپیمای اوکراینی، سکوت برای دردی ملی و مشترک. خب بلوچستان از ملت ایرانه. لحظه تحویل سالی سیاه، سکوتی در نهانخانه دل برای جانی دوباره بخشیدن از بطن جان ما به روحیه و به اراده ملی ما. سکوتی گویا، سکوتی ملی. خیلی باز تأسفه. پیام هایی که برای ما میان میگن به چند نفر بفرست به خاطر الله، حکمش چیه؟ نه درست نیست، درست نیست. این پیام ها غالبا هم پیام هایی که اینقدر ثواب داره، اینقدر چی داره، اینا نادرسته. علیکم السلام و رحمت الله. این کلیپ یک دقیقی است. داستان مولانا نصرالدین و اولاغش است که یک حکایت رژیم آخوندی است. روزی روزگاری ملا نصرالدین الاغ خود را با زحمت فراوان به پشت بام برد. بعد از مدتی خواست او را پایین بیاورد، ولی الاغ پایین نمی آمد. ملا نمی دانست الاغ بالا می رود ولی پایین نمی آید. پس از مدتی تلاش ملا خسته شد و پایین آمد، ولی الاغ روی پشت بام به شدت جفتک می انداخت و بالا و پایین می پرید تا اینکه سقف فرو ریخت و الاغ جان باخت. ملا که به فکر فرو رفته بود با خود گفت: لعنت بر من که نمی دانستم اگر خری را به جایگاه رفیعی برسانم، هم آن جایگاه را خراب می کند و هم خود را هلاک می نماید.
بله کامران درسته. یا رب مباد آن روز که گدا معتبر شود، گدا گر معتبر شود از خدا بی خبر شود. آقای عبدالرزاق، بیانات مولانا قلندر زهی درباره توحید با لحنی دلنشین. ما غیر از رب هستی دیگر را سجده نمی کنیم، ما پیش مخلوق سرخم نمی کنیم، ما از مخلوق استمداد طلب نمی کنیم، ما غیر از الله تعالی هستی دیگر را متصرف و کارساز نمی دانیم. مالک ملک اوست، لله الامر فی السماوات والارض، اختیار و تصرف از آسمان گرفته تا زمین در دست الله تعالی. یدبر الامر، مدبر امر، متصرف امر، له ما فی السماوات والارض، لله جنود السماوات والارض، له الحکم خداوند خیرش بدهد. مرد فاضلی است. خداوند واحدان را حفظ کند. آقای نارویی سلام. بکر سلام. پدر جان بنده شما را بخاطر الله متعالی دوست دارم. از دوستان خدا باشین چرا؟ دیشب خواب دیدم با شما هم صحبت شدم در اتاقی که برنامه زنده اجرا میکردید. از خواب بیدار شدم تا ظهر حال خوبی داشتم، سر حال بودم. لطف دارید در صورتی که من کاهل نمازی میکنم خدا نجاتت بده از این کهالت، از الله متعال درخواست کردم قیامت با شما صالح المحشور شوم. خداوند هم مریضیتون رو شفا بده و هم مریضی بزرگتر که سستی در نماز باشه. سلام. علیکم سلام. و جان برام دعا کن. من 10 سال از ازدواج کردم بچه دار نمیشم. خداوند به شما فرزند صالح عطا کنه. و لیکن در دلت خشم و ناراحتی نداشته باش. به تقدیر خدا راضی شو. لیکن همیشه دعا کن. و اگر خداوند به فرزند هم فرزند نده، لیکن دعاهاتو بی نتیجه نمیذاره. توجه میکنید؟ در مورد جن و قدرت که خدا به او داده، جن قدرتش وسوسه ای، بیشتر از این نمیتونه مگر که با ساحران انسی همکاری کنند. با ساحران انسی اگه همکاری کنه با به وسیله سحر و معمولا جن ها اولا اکثرشون غیر مسلمان هن. این یک. و دوم این که با ساحران انسی همکاری نمی کنند مگر اینکه اینا به شرک بورزن. و کسانی که دعاهای روزانه رو می خونند از شر اینا محفوظ می شن. و پیامبر اکرم فرمودند در خانه‌ای که سوره بقره خونده بشه حتی ساحران ماهر هم نمی تونن کاری بکنن. آقای ابو اسامه، حمله اجنه به ایران. ولی ذهن خانیه چی بود اتفاق می بود؟ افیادم همون کسی که سرم رو گنده از سرحال سرکیپی راهش ریاضت نبوده که نطلاعات داشته باشه. این راه دومه شیطانی که ارتباط با جن داره، یعنی ذهن خانیه از طرف جنه؟ بله از طرف جنه. جن چون تو ذهن و دل حضور داره میتونه ذهن منو بخونه. آره، از یه سری عناصر جنی نامری هستن که با شما قایم مشک بازی میکنن. خناس این موجودی که قایم مشک بازی. خب اینا جنود شیطان میتونه بهش. بله دیگه، میگه اینا جنود شیطان. خود شیطان هم از جنه. شیطانی هن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این از
آخونده خودشون یه نیت، اگر انسی می بودن این کارا رو نمی کردن. عبادت جوان، جوانی که در عبادت الله رشد بکنه زیر سایه عرش الهی هست، زیر سایه الله هست روز قیامت، چون که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. سخت هم هست، وسوسه می شود انسان. بعضی جوان ها فکر می کنن که جوان های پاک مشکلاتی که این آقا داره اون نداره. بارها ما به این اشاره کردیم، این مطلب این رو باید همه اصلاح کنن اذهان خود را. تمام آن چیزی که تو علاقه پیدا می کنی به سمت آن، اون یکی جوانی که خود را نگه می دارد هم علاقه دارد. مراجعه می کنن میگن ما می خواهیم با تقوا باشیم ولی نمی دونیم چی کار کنیم. سر کار یک چیز است. بعضی انسان ها جلو دل خودشون می گیرن، بعضی انسان ها جلو دل خودشون نمی گیرن. آقای نصر هدایت شدی از گیلان، علیکم سلام و رحمت الله، خیلی متشکرم از دعای خیرتون. خانم ساره از مشهد، پدر جامعه جز کسانی که مرگ شما گوش رسیده، خیلی از مسئولان حکومتی و مذهبی و مبتلا به کرونا و ویروس شدن و به درک واسه شدن که صداشون در نمیارن. خداوند انتقام مظلومان رو میگیره، حتی اگه کافر باشن، درسته، چه برسه به مسلمان سوریه و عراق و افغانستان و یمن و ایران. چوب خدا صدا نداره و اگر بزنه دوا نداره. بله، دعایی که از ویروس کرونا انسان رو حفظ میکنه. اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك. ای خدایا این مریضی سرباز یا سربازان توست، این میکروب، این ویروس. تصیب به من تشاء و تصرف عن من تشاء. هر کسی را که بخواهید اونو برش مسلط میکنی، هر کسی را که نخواهید نه. اللهم اصرف عن بيوتنا. ای خدایا این ویروس را از خانه های ما دور نگهدار. بلادنا. و سرزمین ما دورش نگهدار. وجميع بلاد المسلمين. وسرزمین مسلمانان دورش نگهدار. اللهم این طفل سوری میگفت که من خدا را آخرین جمله ای که گفت که من به خدا همه چیزو خواهم گفت، گویا دعاش قبول شد و دعاش خامنه ای و انصارش را گرفت. نتیجه قتل و کشتارهای بشار و خامنه‌ای در سوریه با بمب‌های بشکه‌ای که می‌انداختن سرشون. Yeah.
يا أخي أنت شو عملت؟ شو أرزيته؟ شو أرزامه؟ شو أرزامه بس يا ناس؟ يا بشر يا دنيا تطلعوا هذا شو بدي أزيه؟ این آه ناله های بچه های سوریه است، بچه های مسلمان و سوریه که به دست خامنه ای و بشار به این روز رسیدند که خداوند هر دوشون را لعنت کند. کرونا ها همجوری نمیاد. خب دوستان، به پایان آمد این دفتر و حکایت همچنان باقی است. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.